صادق لاریجانی دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام روز یکشنبه در دیدار با تعدادی از نمایندگان فراکسیون گام دوم مجلس شورای اسلامی با وی موضوع FATF را بسیار پیچیده دانست و با اشاره به اینکه برخی در تلاش هستند تا توجه افکار عمومی را با موضوعاتی مانند تأمین دارو و واکسن کرونا به سمت سوی دیگری جلب کنند خاطر نشان کرد جفسازی ها بر اراده اعضای مجمع تشخیص مسلحت بی تأثیر است. لاریجانی با اشاره به اینکه لوایح FATF پس از ارجاع آیت الله خامنه ای مجددا در مجمع تشخیص در دستور کار قرار گرفته است یادآور شد مجمع فارغ از هر گونه جفسازی و فضا های مخرب و بی تاثیر بر اراده اعضای مجمع به بررسی خود ادامه خواهد داد و تاکید کرد همه باید اجازه دهند مجمع در این زمینه بررسی های خود را انجام دهد لاریجانی پیش از این گفته بود با توجه به شرایط جدید ایجاد شده در کشور به تشخیص آیت الله خامنه ای بررسی لوایح مجدد در دستور کار قرار گرفته و ابراز امیدواری کرده بود که مجمع بتواند به دور از حیاهوی رسانه ای به بررسی و تصمیم گیری خود در این خصوص اقدام کند. وی با بیان اینکه از نظرات کارشناسان متعهد استقبال خواهد شد تاکید کرد همه باید فارغ از هر گونه جفسازی مخرب و البته بی تاثیر اجازه دهند بررسی ها انجام شود به نظر می رسد که مجلس به تلاشهای خود برای تاثیرگذاری بر روند تصمیم گیری مجموعه تشخیص مسلحت نظام در خصوص عدم تایید الحاق ایران به FATF توسط مجمع تشخیص مسلحت نظام ادامه می دهد. اما در همان حال به نظر میرسد که کلیت نظام هم با توجه به شرایط پیش آمده در کشور و همچنین محدودیت هایی که در اثر عدم پیوستن ایران به FATF برای مبادلات مالی جمهوری اسلامی در آینده ایجاد شده است در مجموع تصمیم گرفته که مقدمات پیوستن ایران به این لوایح را فراهم سازد ضمن اینکه برخی از موافقان پیوستن ایران به FATF ضمن تاکید بر ضرورت الحاق ایران تاکید کردند اگر جمهوری اسلامی ایران حضور ایران در نهادهای بین المللی را برای جمهوری اسلامی مزر می میداند باید از سازمان ملل نیز خارج شود به گفته بسیاری از تحلیلگران دلیل عمده مخالفت با FATF عمدتا محدودیت های نظارتی است که الزام به شفافیت مالی را در مبادلات مالی و تجاری جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد و موضوع اصلی و دلیل اصلی مخالفت با این لوایه است. رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام که متهم است در دوران ریاست وی بر قوه قضاییه بزرگترین اختلاس ها و فساد ها رقم خورده است دلیل بروز اختلال در روند امور را عدم اجرای سیاست های کلی نظام در برخی موارد دانست و تاکید کرد باید سیاست های کلی نظام زمانت اجرا داشته باشد لاریجانی همچنین با تاکید بر اینکه شورای نگهبان تا قبل از مصوبه مجلس هیچ گونه اظهار نظری در خصوص مصوبات نخواهد داشت، وظیفه شورای نگهبان را انتباق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی دانست و گفت این نحوه رسیدگی هم با شن شورای نگهبان سازگارتر است و هم با شن مجلس. به تاکید کرد شورای نگهبان تا قبل از مصوبه مجلس در خصوص قانون انتخابات در این خصوص هیچ اظهار نظری نخواهد کرد لاریجانی تاکید کرد اگر شورای نگهبان خلاف این عمل کند این امر به مشکلات جبران ناپذیری منجر خواهد شد رئیس سابق قوه قضاییه در ادامه اظهاراتش ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه ها از حقوق شهروندان گرفته تا رعایت حال محرومان و ساختارهای قانونی را بسیار فوقالعاده دانست و تاکید کرد این ظرفیت ها باید به خوبی تبیین شده و مورد سنجش قرار گیرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایالات متحده را به پول دزدی متهم کرد و با اشاره به اینکه پول خرید واکسن باید به یک بانک آمریکایی واریس شود گفت نمیتوان به آمریکایی ها در این خصوص اعتماد کرد وی خطاب به آمریکایی ها با بیان اینکه شما در دزدی معروفید اظهار داشت آمریکایی ها مترصد هستند که پولی از جمهوری اسلامی پیدا کنند تا آن را بگیرند روحانی همچنین با انتقاد از رسانه های غیر ایرانی در خصوص اقدامات ایران برای تهیه واکسن کرونا این رسانه ها را متهم کرد که هر روز یک بهانه پیدا می کنند و بر این اساس موج زبانی می وی در این حال تاکید کرد که مردم هم میفهمند که اینها دروغ میگویند و تحریف می کنند. اظهارات حسن روحانی در این خصوص که رسانه های ضد ایرانی هر روز یک بهانه پیدا می کنند و ایران را متهم می کنند در حالی عنوان می شود که این خود جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی هستند که با اظهارات ضد و نقیز خود به این اظهارات و اظهار نظرها دامن می زنند. جمهوری اسلامی هر بار در توضیح دلایل عدم خرید واکسن بهانه ای را اعلام کرده که بسیاری از آنها من جمله این که در ایران فقط تا دمای منهای 20 درجه وجود دارد آن هم توسط عالی ترین مقام های وزارت بهداشت تا مدت ها مسحکه فضای رسانه ای شده است به گفته ناظران در حال حاضر هم که دولت از بهانهجویی در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی برای خرید واکسن انتقاد می کند با یک بهانه جدید در این خصوص که اگر ایران به بانک برای خرید واکسن پول واریز کند آمریکا آن را تصرف خواهد کرد به نظر می رسد که بهانه جدیدی برای عدم خرید واکسن را در دستور کار قرار داده است گرچه اظهارات حسن روحانی در این خصوص که ایالات متحده آمریکا پولهای ایران در بانکهای مختلف را تصرف می کند در مواردی مقرونه به واقعیت است اما اظهارات ضد و نقیز دولت در خصوص دلایل عدم خرید واکسن و اینکه هر روز یک بهانه جدید برای عدم خرید واکسن عنوان می کند به بیاعتمادی مردم در خصوص عدم خرید واکسن توسط دولت دامن زده است. روحانی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان از همان ابتدا فعالیت‌های خود در خصوص تولید واکسن داخلی را آغاز کردند یادآور شد از همان آغاز ساخت واکسن در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشته و در همان حال جمهوری اسلامی در صدد بوده تا علاوه بر ساخت واکسن داخلی برای خرید واکسن هم تلاش کند. موضوع واکسن به چالشی ترین موضوع در مقابله با کرونا تبدیل شده است و ضمن ادامه نگرانی ها در خصوص اولویت یا عدم اولویت خرید واکسن برای جمهوری اسلامی ایران در این حال امکان پذیری این خرید نیز نگرانی های ای را ایجاد کرده است. با ادامه ی این نگرانی ها رحمانی وزیر کشور و رئیس ستاد مقابله با کرونا ضمن تایید این موضوع که تا تامین واکسن ایرانی اقدام به خرید واکسن خواهد شد اظهار داشته است که وزیر بهداشت زمانبندی توضیع واکسن را تا پایان دیماه اعلام کرده است. رئیس ستاد مقابله با کرونا اولین گروه دریافت کننده واکسن را یک میلیون و هشتصد هزار نفر افراد با سن بالا و کسانی که بیماری های پیش زمینه ای دارند دنبان کرده است. به یادآور شده است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت گروه دوم دریافت کننده واکسن کادر درمانی و گروه هستند که در بیشترین تماس با مراجعه کننده ها قرار دارند. در همان حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز خاطر نشن کرده است هیچ مقام دولتی و خانواده مقام دولتی حق ندارد خارج از آن دستورالعمل ها به واکسن دسترسی پیدا کند وی گفته است همه مردم مشابه هم به واکسن دسترسی پیدا خواهند کرد وی به مردم اطمینان خاطر داد وزارت بهداشت دستورالعمل های شفافی را در این خصوص تدوین و اعلام خواهد کرد جهانگیری تاکید کرد احدی خارج از آن دستورها نمیتواند به واکسن دسترسی پیدا کند از لحاظ اجتماعی جامعه ایران به کاهلی و امتناع حکومت در خرید واکسن کرونا واکنش انتقادی بروز داده است و همین تلاش های شتاب زده و متناقض مقامات را در مورد موانع خرید واکسن و مشکلات توزیع و نیز کشور تولید کننده آن و اولویت های گروه هایی که به واکسن نیازمندند را دامن زده و هر مقامی یک موضوع را مطرح می کند. عباسالی علی کتخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ای در پاسخ به انتقادات در مورد نقش منفی شورای نگهبان در مشارکت در انتخابات پاسخ داده و آن را مورد نفی قرار داده است و با استناد به نظرسنجی های صورت گرفته از سوی دستگاه های دولتی می گوید میزان تأثیر شورای نگهبان در کاهش مشارکت مردم به دلیل رد صلاحیت هایی که در انتخابات صورت می زیر یک درصد است. وی گفت مشارکت برای فضای عمومی، فضای سیاسی و برای مقبولیت نظام خوب است، لیکن باید به دنبال دلایل و عوامل کاهش مشارکت بگردیم. در نظر سنجی هایی که دستگاه های دولتی برای ما فرستادند میزان تاثیر نظارت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها در کاهش مشارکت بسیار اندک بود به طوری که در جدولی که تنظیم کرده بودند در پایینترین ترین دده قرار داشت و زیر یک درصد بود به یفسود اما موضوع معیشت مسائل اقتصادی و شعارهایی که مسئولان میدهند در این جدول رقم بالایی داشت همین اکنون در نظر ها دلایل و عوامل کاهش مشارکت چیست؟ قطعا مسائل معیشتی، اقتصادی، مدیریتی و همین وعده هایی که میدهند است. نمیخواهم بگویم که ما مقصر نیستیم اما سهم ما به همان اندازه که نظر ها میگویند اعلام شود. به گونه مطرح نشود که اگر شورای نگهبان فردی را تایید می کرد همه موضوعات حل می شد. وی گفت در مجلس یازدهم تنها صلاحیت 75 نفر از نمایندگان پیشین تایید نشد اما مردم به 117 نفر رای ندادند آنجا شورای نگهبان مقصر بود چرا روی کرده مردم منفی بود از همه یه تیفا هم افرادی که میتوانستند رای بیاورند بودند وی بی در مورد دلایل رد صلاحیت متحری نماینده تهران نیز گفت دلیل رد صلاحیت آقای متحری موضوعات اقتصادی نبوده است بلکه دلایل دیگری مطرح بوده که به خودشان نیز گفته شده و با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردند که از ایشان خواستیم اجازه دهند گفتگوها با دوربین ثبت و ضبط شود اما آقای متحری اجازه ندادند بهترین راه این بود که اجازه میدادند آن گفتگو ضبط شود تا امروز شاهد این اختلافات نباشیم وی همچنین گفت که انتخابات در ایران آزاد است و فقط شورای نگهبان اجازه نمی دهد افراد مختلف در آن شرکت کنند و گفت شورای نگهبان همیشه مظلوم است وی افزود مشکل ما این است که از لحاظ قانونی و شرعی نمی توانیم دلایل رد صلاحیت ها را برای مردم اعلام کنیم اما خود فرد را به شورای نگهبان دعوت می کنیم و مسائل را به او می گوییم اما فرد می رود می گوید شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده است افراد رد صلاحیت شده بعد از دیدن پروندهشان تشکر کردند و رفتند ای کاش خود این افراد بگویند که دلایل رد صلاحیتشان توسط شورای نگهبان چه بوده است وی در مورد بازنگری قانون اساسی نیز گفت ما هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم چرا که هر قانونی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد قوانین انسان ساخته هستند و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین می شوند اما ممکن است در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشته باشند به همین دلیل در قوانین اساسی راه بازنگری را باز گذاشتند از جمله در قانون اساسی خودمان که این موضوع در اصل 177 مطرح شده است پس مسئله خیلی مهمی نیست گفته می شود برخی افراد اجازه بازنگری در قانون اساسی را نمی دهند. اصلاح قانون اساسی شرایطی از لحاظ حقوقی دارد که اگر انجام شود می توان آن را انجام داد. سخنگوی شورای نگهبان در حالی به نقش منفی یک درصدی شورای نگهبان اشاره دارد که همه نظرسنجی های غیر دولتی خلاف این امر را نشان می دهد. رد صلاحیت گسترده مهمترین عامل در مشارکت ها بوده است. به خصوص در موقعیت هایی که شورای نگهبان عقب نشسته است همیشه مردم مشارکت بیشتری داشتند. 137 داروساز ایران در نامه‌ای به محمد رضا شانساز رئیس سازمان غذا و دارو ادعای اخیر در مورد ساخت واکسن کرونا در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که مطالعات بالینی در ایران برای تولید واکسن کرونا در حد یک شوخی است و پرسیدند که با کدام جرأت ادعای تولید چنین واکسنی را داریم؟ آنها تاکید کردند که برخی موضوعات مطرح شده در رسانه های داخلی ایران درباره تولید واکسن داخلی کرونا توهین به شعور علمی داروسازان و صرفاً بهانه‌ای برای عدم تامین واکسن می باشد. آنها همچنین از سازمان غذا و داروی ایران خواستند که به موقع و نه بعد از مرگ سهراب نسبت به خرید و واردات واکسن کرونا اقدام کنند. بسیاری از ناظران معتقدند مسئله واکسن داخلی یک محل درآمد برای ستاد اجرایی فرمان امام است که متعلق به نهاد رهبری است. به گزارش رویترز، ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، روز شنبه سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را برای حضور در و کمین اجلاس این شورا دعوت کرد. در این میان نام شیخ تمیم بن حمد آل امیر قطر نیز در میان دعوت شدگان به این اجلاس به چشم می خورد. چهل و یکمین اجلاس شورای همکاری خلیج فارس قرار است پنجم ژانویه در ریاض برگزار شود و احتمالا بررسی بحران میان قطر و کشورهای محاصر کننده آن و احتمالا آشتی چهار کشور عربی با دوهه در این نشست صورت خواهد گرفت. به گزارش رویترز برخی از این اقدامات اعتماد ساز ممکن است در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در اواخر ماه جاری اعلام شود اما هسته اصلی اختلاف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روابط قطر با ایران حمایت از حماس و جنبش اخوان المسلمین است به گزارش سی این دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نهایت طرح بسته کمک مالی 900 میلیارد دلاری را به امضا رساند. بر این اساس این بسته کمک مالی قرار است از کسب و کارهای کوچک که به دلیل همهگیری کرونا دچار مشکل شدند حمایت کند. همچنین افرادی که زیر 70 هزار دلار درآمد سالانه دارند مشمول دریافت یک چک 600 دلاری می شوند. با این حال در روزهای گذشته ترامپ از امضای این طرح خودداری کرده و خواستار اعطای یک چک 2000 دو دلاری به هر شهروند آمریکایی شده بود این طرح با موافقت اکثریت قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات به تصویب رسیده بود و انتظار میرفت در صورتی که ترامپ از امضای آن خودداری کند نمایندگان با دو سوم آرا وتوی رئیس جمهوری را بلااثر کنند با این وجود به نظر می رسد به دلیل مخالفت های گسترده ی هم حزبی های ترامپ در کنگره رئیس جمهوری آمریکا در نهایت مجبور به امضای این طرح شده است. به گزارش رویترز به دنبال درگیری های اخیر و حمله به سفارت آمریکا یک منبع سیاسی عراقی اعلام کرد یک هیئت عراقی حامل پیامی از مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور به مسئولان ایرانی به تهران سفر کرده است این مقام سیاسی عراقی اعلام کرد پس از تنش اخیر میان واشنگتن و تهران تفاهمات میان دولت عراق و ایران به صورت مستمر ادامه دارد وی گفت ایرانی ها به هیئت عراقی ابلاغ کردند که قصد تنشزایی در منطقه ندارند. بغداد تهران را به تنش با خود به دنبال حملات موشکی اخیر به منطقه سبز متهم نمی کند. به گزارش سی 420 گردشگر انگلیسی که برای گذراندن تعطیلات کریسمس در هتل لوکس و گران قیمت منطقه وربیر به آلپ و به سوئیس سفر کرده بودند توسط مقامات این کشور به منظور عدم اشاعه ویروس کرونا جدید که به تازگی در انگلیس شایع شده قرنطینه شده بودند حالا مقامات محلی میگویند دویست نفر از این گردشگران از تاریکی شب استفاده کرده و با شکستن قرنطینه فرار کردند. پیست های اسکی در آلپ مقصد گردشگری بسیاری از توریست های اروپایی است. اما سوئیس پس از شیوع کرونای جدید در انگلیس همه گردشگران این کشور را قرنطینه کرده بود که حالا با فرار این تعداد گردشگر نگرانی از شیوع کرونا جدید در سوئیس نیز افزایش یافته است. بر اساس قوانین سوئیس هر شهروند بریتانیایی که پیش از چهاردهم دسامبر وارد این کشور شده باید قرنطینه شود. به گزارش سی این آدام کینزینگر نماینده جمهوری خواه در توییتی ادعای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد تقلب در انتخابات را زیر علامت سوال قرار داد و آنها را کلاهبرداری برداری خواند و خواستار فاصله گیری حزب جمهوری خواه از سیاست های ترامپ شد. وی نوشت خدای من تلاش کنی کل همه جا را به آتش بکشی چون نمیتوانی باخت را تحمل کنی هیچ شواهدی برای وقوع تقلب وجود ندارد و هیچ چیز نیست جز خوی تند مزاج و تئوریهای توطعه شرمآور است حزب جمهوری خواهان را بازسازی کنیم تمام این حرفهایی که دانالد ترامپ و دیگر دقلبازهای کنگره درباره ششم ژانویه میزنند توضیح ساده ای دارد آنها با سرزنش هر کس دیگری و با علم به اینکه نمی توانند کاری پیش ببرند فقط از این راه پول در می آورند و هوادار جمع می کنند این مسئله غم است و یک کلاهبرداری تمام است حزب جمهوری خواهان را بازسازی کنیم لایحه تسکین اقتصادی در امریکا با هدف کمک به مشاغل آسیب دیده ناشی از بحران کرونا پس از مدتها توسط گروهی از نمایندگان از دو حزب تهیه شد آنها امیدوار بودند این لایحه با امضای پرزیدنت ترامپ پیش از آغاز سال نو میلادی بتواند به بخش بزرگی از خانوارهای امریکایی کمک کند اما پرزیدنت ترامپ تا کنون از امضای این لایحه خودداری کرده چرا که به باور او محتویات این لایحه دارای هزینه‌های غیرضروری امریکا در خارج از کشور است و از طرفی سهم کمی را برای خانوارهای امریکایی در نظر گرفته است. هفته گذشته در این حال که نمایندگان کنگره منتظر امضای لایحه از سوی پرزیدنت ترامپ بودند او به تعدیلات آخر هفته رفت و این بلا تکلیفی همچنان در میان نمایندگان کنگره باقی ماند چرا که آنها نمیدانند نهایتا سرنوشت این لایحه مهم چه خواهد شد روز یک شنبه گروهی از نمایندگان کنگره هم از جمهوری خواه و دموکرات بار دیگر از پرزیدنت ترامپ خواستند که این لایحه را هرچه سریعتر امضا کند چرا که به گفته آنها اگر این اتفاق نیفتد دولت در تعطیلی فرو خواهد رفت به نوشته نشریه پلیتیکو سرنوشت این لایحه به این موضوع بستگی پیدا کرده که آقای ترامپ اصرار دارد به جای مبلغ 600 دلار کمک هزینه مبلغ 2000 دلار به خانوارهای کم درآمد امریکایی تعلق گیرد سناتور پت تومی سناتور جمهوری خواه، روز یک شنبه در انتقاد از آقای ترامپ به شبکه خبری فاکس نیوز گفت شما هر آنچه که بخواهید به دست آورید به دست نمی آورید حتی اگر رئیس جمهور امریکا باشید سناتور تومی که برخلاف دیگر نمایندگان جمهوری خواه به نظر نمی رسد ای برای انتخابات سال 2022 کنگره داشته باشد با آقای ترامپ گفت شما این لایحه را امضا کنید سپس اگر طرحی برای کمک بیشتر به مردم دارید به کنگره ارائه بدهید در آن سو برنی سندرز سناتور دموکرات هم در واکنش به آقای ترامپ بیمسئولیتی او را بیرحمانه خوانده و گفته با امضا نشدن این لایحه هرج و مرج اقتصادی کشور را فرا خواهد گرفت او گفت آقای رئیس جمهور شما این لایحه را امضا کنید آنگاه از هفته بعد کنگره تلاش خواهد کرد کمک های بیشتری به مردم ارائه کند به نظر میرسد روز یکشنبه بخش بزرگتری از نمایندگان کنگره به دلیل این بلاتکلیفی انتقادات تندتری را خطاب به پرزیدنت ترامپ مطرح کردند سناتور بومن در این باره میگوید رئیس جمهور تجسم هر چیز اشتباهی در این کشور است او به عنوان ستاره شوهای تلویزیونی به قدرت رسید و اکنون تلاش دارد این کشور را به هرج و مرج بکشاند پولیتیکو می نویسد حتی با حمایت رئیس جمهور مشخص نیست پیشنهاد او یعنی اختصاص 2000 دو هزار دلار به خانوارهای امریکایی در سنا رأی بیاورد. سناتور تومی هم میگوید این ممکن نیست چرا که بسیاری از جمهوری خواهان مخالف پیشنهاد آقای ترامپ هستند